بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، وقت همگیتون به خیر باشه و نیکی. امروز میخوایم یه جلسه دیگه تست پلاس رو داشته باشیم با تست های قلمچی. بچه ها تا 8 امروز یه مقدار تاخیر داشتم، من مجبورم که 8 برم، این اجتناب ناپذیره. اما اگر تستی موند، خب یعنی در یک جلسه دیگری این رو کامل حل خواهیم کرد، نگران نباشید. بعد در ضمن دون هست، دوم هم نیست. خب بریم سراغ تست های بخش نه تست های ببینیم. بله، آها. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید دوستان. در میان چهار گروه اصلی تشکیل دهنده مولکول های زیستی، هر مولکول زیستی که فلان، به طور حتم این اتفاق براش میفته. بگید بچه ها ببینم جوابش چی میشه. آقا بریم سریعتر. میگه اون هر مولکول زیستی که سرعت واکنش شیمیایی بدن انسان افزایش میده، آنزیما رو میگه. آیا همه آنزیم ها در ساختارشون فسفر ندارن؟ خب نه، اینجوری نیست. ممکنه که در ساختارشون فسفر داشته باشن، به طور مثال مثلا آنزیمی باشه که اسید نوکلئیکی باشه. آفرین. هر مولکولی که منبع ذخیره یکی از ساده ترین کربوهیدرات ها در بدن جانوران است، در یافته های اندام سازنده صفرا در انسان دیده می شود. بچه ها درسته؟ بله درسته. منبع ذخیره یکی از ساده ترین کربوهیدرات در جانوران چیه؟ گلیکوژنه. گلیکوژن در سلول های اندام سازنده صفرا که کبد هست دوستان دیده میشه. بچه ها یه چیزی بگم، میخوام آروم آروم حل کنم، خب نمیخوام سرعت بدم به کار، به این خاطر که هر چقدر سرعت بالاتر میره دقت میاد پایین. دیدین که الان لقوه زبون گرفتم، واسه هم یه مقدار با آرامش بیشتری، با آرامش وقت داریم، میتونیم تستا رو کلا حل کنیم. اونی که در ساختار خود داره، پس این غلط شد بچه ها. دو مثل این که فعلا درسته. در ساختار خودش دارای اتم فسفوره. کیا فسفر دارن؟ فسفولیپید دارن، مرسی، فسفولیپیدها و اسیدهای نوکلئیک. خب آیا همشون در ذخیره اطلاعات وراثتی یاخته ها نقش دارن؟ نه، فسفولیپید که این نقش رو نداره. پس اینم غلط. پس یک و سه غلط شد. درس اونی همشون که در ساخت هورمون ها شرکت میکنن، آیا فاقد زیر واحد های حاوی عامل اسیدی هستن؟ نه. در ضمن اونایی که عامل اسیدی دارن بچه ها چیان؟ به من بگین چی عامل اسیدی دارن؟ عامل اسیدی، آمینو اسید عامل اسیدی داره، درسته؟ اسید چرب مثلا میتونیم بگیم، درسته؟ اینا عامل اسیدی دارند، پس بنابراین این هم میتونه گزینه اشتباهی باشه. 141 گزینه 2. بریم سراغ 142. در دیواره لوله گوارش انسان هر لایه ای، بچه ها چی شده؟ انسولین خب پروتئینی، ولی همه هورمون‌ها پروتئینی نیستن. باریکلا. دارین جواب رو؟ شک دارم میکنم. آیا با تقوا براتون حل کرده؟ آره؟ نه؟ خب. باریکلا. هر لایه‌ای که پس قاعدتا جواب رو دارین. هر لایه‌ای که بافت پیوندی با ماده زمینه یه شفاف و چسبنده داره و در آن یاخته هایی با قابلیت تولید نوعی پیک شیمیایی یافت می شوند، چه مشخصه ای دارد؟ بچه ها هر لایه ای که بافت پیوندی با ماده زمینه شفاف داره، همه لایه ها مگه بافت پیوندی سست ندارن؟ همه لایه ها بافت پیوندی سست دارن، اصولا رگ خونی هم دارن، پس اصولا یاخته هایی با انقباض غیر ارادی دارن که فاقد ظاهری مخططن، یعنی صاف. چی شد؟ یعنی چی؟ صاف. خب
آیا همشون در تبدیل ذرات درشتر غذا به ذرات ریز نقش مستقیم ایفا میکنن؟ اگه گفته بود نقش ایفا میکنن شاید درست میشد. اوکیه؟ پس این نیست. ترشح آنزیم های گوارشی و جذب مواد غذایی را صورت میدن همه لایه ها؟ نه. همه لایه های هم شبکه یاخت های عصبی بچه ها ندارن. چی شد؟ چرا میخندین؟ 143. بچه ها اینم از اون سواله قشنگ بودا. 143. چشم هانیه، بذار اینو جواب بدن میریم سر 43 رو ببینیم. خب آفرین آفرین. میگه کدوم عبارت نمیتونه جمله زیر رو به صحیح تکمیل کنه بچه ها؟ نمیتواند پس غلط، یعنی غلط. قبل از انعکاس بل در انسان تعدادی قده ریز و درشت با ترشح موادی گوارش شیمیایی انجام میدن. یعنی کیو داره میگه؟ قدد بزاقی. این مواد، خب آیا قدد آیا بزاق با کمک لیمبیک و مغز میانی نیز ترشح میشن؟ بچه ها ببینید طراح تست اومده. البته یه چیزی بگم، این قلمچی و این سوالات یه جورایی نوعی مثل سوال جامعه و یه مقداری قلمچی اینجا بودجه بندیش رو حالا نمیدونم چه جوری انجام داده، ولی در هر صورت این کاملا با 11 ترکیب شده، درست؟ بنابراین بودجه بندیه با 11 ترکیب شده است. قبول داریم بچه ها؟ در خیلی از تستاش با 11 ترکیب شده بود، پس بنابراین نمیشه گفت بودجه بندی صرفا گوارش بوده و مثلا نمیدونم فصل 1 کتاب 12. اما شما حدس میزنیم بچه ها واقعا اوه و اوف بر قلمچی. با کمک لیمبیک و مغز میانی. آقا لیمبیک بچه ها، بچه ما بو که میکنیم بزاق ترشح میشه، بله ممکنه، میبینیم هم بزاق ترشح میشه. مغز میانی برای دیدن و شنیدن و حرکت، یا درسته؟ و از اون ور لیمبیک هم بهش لبهای بویایی وصله که میتونه کمک کننده باشه به ترشح بزاق. یه نکته ای که اینجا باید مد نظرتون قرار بدید اینه که تو کتاب شما تو فصل 1-11 لبهای بویایی رو متصل به لیمبیک نشون داده، ولی رنگش رو سفید رنگ نشون داده تو اون شکل. منظورش اینه که لبهای بویایی جز دستگاه لیمبیک محسوب نمیشه. اما بچه ها بعضی از کتاب های علمی به نوعی نوروبیولوژی لبهای بویایی رو جزو سیستم لیمبیک در نظر میگیرن، در نتیجه الزاماً این که بگیم اون جزء لیمبیک نیست درست نیست، ولی میتونه لیمبیک و مغز میانی در ترشح بزاق نقش داشته باشه. میتونه بزاق با نوعی فرایند انعکاسی تحت تأثیر بخش خود مختار ترشح بشه، اما بزاق بچه ها در دومین خط دفاعی شرکت نمی کنه، در اولین شرکت می کنه با ترشح آنزیم لیزوزیم. پس این نمی تونه تصحیح کنه درست باشه برای این جمله. و حتما نوعی گلیکوپروتئین داره به نام موسین که این گلیکوپروتئین برای تسهیل یا ساده کردن انعکاس بل نقش داره. تست خوبیه بچه ها، تست کنکوری و عالیه. این رو میگیم تست یک، تست کنکوری. این تست ها رو بچه ها علامت بزنید، مرور کنید. خب اگه این کار رو بکنید موفق خواهید بود. کنکوری. چرا اینجا درست شد؟ بریم سراغ سوال 144. آقا بچه جوابا اگه پیشتون هست لطفا جوابا رو بذارین کنار خودتون حل کنین. کدام عبارت درباره بخش فرایند بلع غذا صحیحه؟ ممنونم از اینکه حرفمو گوش دادید، متشکرم. آقا میگه بخش غیر ارادی بلع با تحریک یاخته های عصبی و فعالیت شبکه یاخته های عصبی. بچه شبکه یاخته های عصبی ما اصلا توی از مری تا مخرج داریم،
بالا سمت بل کاری بهش نداریم. هنگام بل و به دنبال عبور غذا، بچه هر وقت میگن به دنباله یعنی چی؟ به دنبال عبور غذا یعنی بعد از، درست شد؟ بعد از هنگام بل و بعد از عبور غذا از حلق، حالا وقتی از حلق عبور کرده، حین عبور غذا در حلق بر چاکنایی میاد پایین روی اپیگلوتو میگیره، درسته؟ پس درنچه اینم غلطه دیگه بچه، طبق کتابتون هنگام عبور غذا از حلق، نه اینکه بعدش، بعدش که رد شد که خفه میشن ملت. به دنبال انقباض دیواره ماهیچه‌ای حلق یعنی بعدش و با شروع حرکت‌های کرمی زبان کوچک بالا میرود، در صورتی که بچه زبانش قبلش باید بالا رفته باشه، اوکی؟ که بعد انقباض باعث میشه که این لقمه غذا قورت داده بشه، بنابراین اینم غلط میشه. آه راستی هانی تو گفتی قبلی رو توضیح بدم، پس این غلط غلط غلط. درست، فعالیت شبکه یاخته های عصبی موجب بچه ها افزایش فعالیت دسته ای از یاخته های پوششی و تسهیل ورود غذا به معده می شود، درست شد؟ پس این میتونه گزینه صحیحی باشه برای این تست شماره 144. یکی از بچه ها گفت برگردم، هانی کدومو گفتی برگردم نگاه کنی؟ اینو؟ یا این قبلی؟ خیلی رفتیم جلو. 142؟ چشم. 142. در دیواره لوله گوارش انسان هر لایه‌ای که بافت پیوندی با ماده زمینه شفاف و چسبنده داره، هر لایه‌ای که بافت سست داره، همه لایه‌ها، مگه نگفتیم همه لایه‌ها بافت پیوندی سست دارن، و در آن یاخته‌هایی با قابلیت تولید نوعی پیک شیمیایی. بچه‌ها سلول‌ها میتونن پیک‌های شیمیایی تولید کنن، درسته؟ مثلا اینترفرون رو، مثلا اینترفرون رو همه سلول‌ها به طور مثال میتونن تولید کنن، حالا نوع یک یا دو، بحث نوع یکشه که اونایی که آل ویروس میشن میتونن تولید کنن، درست شد؟ خیلی ترکیب با 11 عجیبه برای من. خب چه مشخصه ای دارن؟ همه لایه‌ها بچه‌ها این رگ خونی رو دارن دیگه، بافت پیوندی سست رو دارن، رگ خونی هم دارن. خب رگ خونی مگه یاخته هایی با انقباض غیر ارادی نداره؟ یعنی رگ خونی مگه ماهیچه صاف نداره؟ داره یا نداره؟ اوکیه؟ دارد، درسته؟ پس نه چه گزینه یک درسته. آیا همشون به طور مستقیم در تبدیل ذرات درشتر به ریسه نقش ایفا میکنن؟ نه. آیا همشون ترشح آنزیم های گوارشی و جذب رو دارن؟ نه. آیا همشون دارای شبکه‌ای از یاخت‌های عصبی در ساختار خودشون هستند؟ نه. درست شد؟ خواهش میکنم. بریم سراغ سوال بعدی. بچه ها 145. موقعیت قرارگیری اندام‌های لوله گوارش. خواهش میکنم بچه ها اگر که جواباتون رو دارین بذارین کنار، یه بار دیگه جواب بدین، منم با شما جواب میدم، خوبه؟ ببینیم چیه الان 145. اما زایی چیزی اردی برای من دست درد نکنه. جواب بدیم بچه ها ببینیم. بریم. میگه کدوم گزینه در مورد موقعیت قرارگیری اندام‌های لوله گوارش در مقایسه با سایر قسمت‌ها؟ وقتی بچه‌ها میگه لوله گوارش، از همون اول نمیشه قسمت عمده کبد. خب کبد که جزء لوله گوارش نیست، پس حذف میشه. این غلط. کیسه صفرا همانند اندام سازنده صفرا، اندام سازنده صفرا هم کبده. پس غلط. داره لوله گوارش رو میگیم. بنداره ابتدای معده ما نداریم. غلط. پس گزینه 4 درسته. درست شد بچه ها؟ به همین راحتی، خیلی ساده، بدون اینکه اصلا مثل این کنکوری ها هستن تو تلویزیون میان صحبت میکنن، بدون اینکه اصلا تست رو خیلی دقیق کار کنید، وقتی میگه لوله گوارش دیگه اصلا کاری به خود بقیه اندام ها نداریم بچه ها. فقط بحث سر چیه؟ لوله گوارشه. خب اینجا کبد، اینجا کبد، بعد ما بنداره ابتدای معده نداریم، اصلا بنداره انتهای مری داریم که چپه، درسته؟ چپه، مایل به چپه، برخلاف بنداره پیلور.
در سمتی که این راسته بچه ها. اندام لنفی محل تخریب آر بی سی چیه بچه ها؟ تحال مشاهده میشه. بله، به همین سادگی به همین خوشمزگی. مگه یادتونه شما این تبلیغو؟ به همین سادگی به همین خوشمزگی که دیدی دیگه میدونم، یعنی که اینجا میشه باید گلا پودر کیک رشد. آفرین دوستانی که یادشونه، قطعا دیگه حداقل دهه 70 باید باشن دیگه. خب 146 چند مورد در ارتباط با جانورانه. آ اینم خوبه بچه، این تست هم خوبه چون شبیه تست مسخره کنکور 1399 هست. تمام جانداران فلان، تمام اون بیماری هایی که تو فصل 3 خوندید، تمام جانوران ذکر شده در کتاب درسی زیست شناسی، این تستا داره میره به چه سمتی؟ عبارت زیرا به طور صحیح تکمیل میکنه. تستا داره اینی میره به سمت خود ما. درسته، کدوم درسته بچه ها؟ بگید که دقیقا کدوم گزینه ها به نظرتون درست میاد. بریم بگردیم پاسخنامه رو. خب میگه در گروهی از جانوران مصرف کننده بخش های گیاهان، یعنی گیاهخواران، حالا میتونه چی؟ میتونه دانه گیاهی باشه، میتونه برگ باشه، میتونه هر اندامی باشه که گیاهخواران مصرف میکنن. در گروهی گوارش مکانیکی مواد غذایی بعد از عبور از معده همچنان ادامه دارد. بله، مثلا پرندگان بچه ها وقتی معده تو میره تو سنگدان، همچنان گوارش مکانیکی چیه؟ ادامه داره. پس الف درسته. مانند هر جانور دیگری آنزیم تجزیه سلولوز تجزیه کننده سلولوز یعنی سلولات دیده نمیشه، در صورتی که یعنی توسط یاخت‌های پوششی دستگاه گوارش تولید نمیشه. یعنی همه جانوران سلولاز ندارن، در صورتی که این غلطه، اغلب جانوران سلولاز ندارن. جیم، روده جانور نقشی در گوارش مکانیکی و پیش بردن مواد غذایی بچه ها در گروهیشون نداره. بله، در گروهی از اینها رودهشون در گوارش مکانیکی و پیش بردن مواد غذایی نقشی نداره. مثلا ملخ دیگه کلا جذب شده تو معده مواد غذایی، دیگه روده نقشی در حرکت مواد غذایی نداره. و اما گوارش مکانیکی و شیمیایی مواد غذایی در بخش هجیم انتهای مری شروع میشه، در صورتی که بحث گوارش شیمیایی رو ما شروع شدنش رو مثلا در ملخ کجا داشتیم بچه ها؟ در ملخ در خارج دهان داشتیم، حتی مکانیکی هم همینجور. بنابراین گزینه دال غلطه بچه ها. پس دو تا درست، گزینه دو جواب سوال 146 خواهد بود. این هم تست خوبی بود. 147 یکم فکر کنید، منم کمکتون میکنم. یکم پیچیده تر راست میگی، ولی بچه هم درست میگن. سه بچه ها، محل آغاز گوارش شیمیایی برای پروتئین ها معده، برای کربوهیدرات ها دهان، برای لیپید ها معده، در کتاب 98. البته دیگه در کتاب 99 به بعد آغاز گوارش شیمیایی لیپید ها روده باریکه. نوکلئیک اسید ها هم خب شما که سر کلاس سبقت بودین میدونین نوکلئیک اسید آغاز گوارششون کجاست؟ روده باریکه. چون یه استادی بود در محفلی به نام محفل مهربان براتون یه دونه نمودار آورد، گفت بچه‌ها نگاه کنید
نوکلئیک اسید، اینو آخر آخر بود یادتونه، گفتیم که نوکلئیک اسید آغاز گوارششون روده باریکه، ولی شما کاری نداشته باشید. طراح این تست که بنده میشناسم ایشونو اومده استنباط کرده و خودش هم در جواب خیلی قشنگ نوشته که ما استنباط کردیم. آفرین به این طراح، بهش تبریک میگم به خاطر نوشتن این جمله، همینجا علکی ننوشته، نوشته ما استنباط، بچه ها استنباط میکنیم وقتی دهان آنزیم نوکلئاز نداره، وقتی معده نوکلئاز نداره پس کجا نوکلئاز داره؟ بعد نوشته لوزالمعده حاوی آنزیم. بچه ها صدا و تصویر منو دارین؟ حاوی آنزیم های متنوعی برای تجزیه مواد غذایی، پس میتونیم استنباط داشته باشیم که نوکلئیک اسیدها تو روده باریک تجزیه میشن. اینم پس بنابراین روده باریک مثلا 12. خب میگه در معده همانند روده باریک در ابتدای خود دارای بند داره. بچا ابتدای معده بند داره نداریم. پس این غلط. کربوهیدرات ها دهان مثل معده شبکه یاخت‌های عصبی نداره. این از اونجایی که لیپید معده در معده برخلاف روده باریک ما آنزیمی نداریم که اثر بذاره رو نوعی ماده تاثیر لوگول رو عبه میبره. بچه لوگول رو چی تاثیر میکرد؟ محلول لوگول از فعالیت، اگه یادتون باشه محلول لوگول رو چی تاثیر میکرد؟ رو نشاسته. وقتی من نشاسته رو تجزیه کنم دیگه محلول لوگول شاید روش تاثیر نکنه، حالا به نوعی به قول طراح تست. بنابراین چون ما آنزیمی که اونجا فعالیت کنه و نشاسته رو تجزیه کنه نداریم، آمیلاز دهان رو داریم، روده باریک هم آمیلاز داره، تنش گزینه درستی میتونه باشه. در معده برخلاف روده باریک چی نداریم؟ گزینه 3. در معده برخلاف روده باریک آنزیمی فعالی نداریم که بتونه نشاسته رو تجزیه، نه دهان عصب بهش میرسه، شبکه عصبی روده ای نداره، همون شبکه یاخت‌های عصبی نداره، شبکه یاخته های بذار سلول بنویسم که یکم دلم خنک شه که شما هم یاد بگیرین، شبکه سلول های عصبی یا همون شبکه عصبی روده ای. این بچه ها کجاست؟ این از دهان، از ببخشید از مری تا مخرجه. خیلی خوب طراح استفاده کرده. خب اونجا که نوکلئیک اسیدها تجزیه میشن یعنی روده باریک، اوکی، روده باریک برخلاف معده گروهی از برخلاف معده بچه ها گروهی از مولکول ها رو عبور میده و به محیط داخلی، در صورتی که معده هم میدونید بچه ها اندکی جذب در دهان و معده صورت میگیرد، درسته؟ در نتیجه گزینه 4 هم غلطه. خب تا اینجا بچه ها یه چیزی بهتون بگم، فقط تسل نکنیم بریم جلو. نکته که خیلی مطرحه و مهمه نظر من به عنوان کسی که دوست تدریس میکنه و دوست داره اینه، آقا به نظر میرسه شما واقعا اگه به کتاب مسلط باشید، واقعا اگه به کتاب مسلط باشید میتونید تستا رو جواب بدین، زمان زیاد تری فقط میخواین، درسته؟ کی قبول نداره اینو؟ کدوم یکیتون قبول ندارین؟ بچه ها اگر شماها درست شد دشمن، اگه کامل به سه تا کتابتون مسلط باشیم این کاری نداره بچه ها، خیلی ساده است، 24 تا فصله، یه دونه فصلم اوله که حالا خیلی هم چیز نیست، میشه 23 تا فصل. بچه ها 23 تا فصله اگه کامل بهش مسلط باشین 50 تا تست کنکور رو به راحتی میتونین جواب بدین. فقط تنها کاری که میکنین اینه که تستای کنکورهای آزمایشی رو طبق زمانبندی جواب بدین، سرعتتون بره بالاتر، فقط مشکل سرعت هست، وگرنه تستی نیست که نشه جواب داد با تسلط به کتاب درسی. پدرتون انشالله که عمر با عزت و طولانی داشته باشن. نه اتفاقا همینه هانیه، بحث سر اینه وقتی مسلط باشی به لایه های مختلف کتاب میتونی دسترسی پیدا کنی، هر چقدر که بیشتر کتاب میخونین بچه ها
و کنکورا رو جواب میدین، کنکورای آزمایشی رو. تازه میفهمین چندین لایه دارن. چقدر تکرار شد بچه ها براتون؟ شبکه سلولای عصبی و یا شبکه عصبی روده ای از مری تا مخرجه. چقدر با همین بازی کردن؟ دهان و حلق شبکه یاخت‌های عصبی نداره. تموم شد. حالا این هزاران تست میشه از این قضیه ده. شما اینو یاد گرفته باشین که راحته دیگه. بریم سراغ سوال 148. کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسبه؟ اینم میتونه تست کنکوری باشه بچه ها. اینم کنکوریه. درست شد؟ میتونه تست چی باشه؟ کنکوری باشه. زکریا میگه 4. به خاطر اینکه داره اختلال رو میگه میتونه کنکوری باشه. خب ببینیم چی میشه. میگه به دنبال، یعنی بعد از، دقت کنید بچه اینجا رو بنویس بعد از، که یعنی بعد از، بعد از اینکه قسمتی از معده رو با جراحی برداشتیم، آیا افزایش ترشحات درون ریز توسط یکی از اندامهای دستگاه گوارش دور از انتظاره؟ افزایش ترشحات درون ریز چیه؟ کیو میگه؟ مثلا اریتروپویتین. وقتی بچه ها معده رو برمیداریم، فاکتور داخلی معده ترشح نمیشه، ویتامین B12 جذب نمیشه. ویتامین B12 وقتی کم بشه اریتروپویتین ترشح میشه که تعداد گلوبولای قرمز رو ببره بالا. مثلا البته شما ممکنه بپرسین خب اوکی، وقتی ویتامین B12 نیست مثلا، خب افزایش ترشح درونی توسط، اینم ممکنه مثلا الان گاسترین ترشح میشه، ببینیم توسط یک از اندام های دستگاه گوارش مثلا گاسترین ترشح بشه، اسید و آنزیم رو میبره بالا. بله درست میشه هانیه، اونم میتونه باشه، اونم میتونه باشه، گاسترین هم میتونه باشه مثلا، استنباط دیگه. گاسترین ترشح میشه و ترشح اسید و آنزیم رو میبره بالا، یعنی ترشح اسید و آنزیمی که کم شده بود با برداشتن قسمتی از معده اونجا میتونه جبران بشه. پس دور از انتظار نیست. وقتی بچه ها سلیاک اسمش میاد، جذب مواد، بری سراغ جذب مواد، همه مواد. ابتلا به بیماری سلیاک وقتی طرف سلیاک پیدا میکنه، آیا تشدید علائم نوعی بیماری حاصل از کاهش تراکم توده بافت استخوانی نیست؟ چرا؟ انتظار داریم. درسته؟ دور از انتظار نیست که کلسیوم که جذبش کم شد بعد بحث پوکی استخوان هم مطرح بشه. پس یک غلط، دور از انتظار نیست، اینم دور از انتظار نیست. انسداد محل اتصال مجرای ورود صفرا به 12، یعنی صفرا وارد نشه. خب بچه ها صفرا فقط از یه مجرا وارد میشه ها، دقت کنید بچه ها، صفرا از یه مجرا وارد میشه که با لوزالمعده مشترکه. مجرای بالاییش مجرای لوزالمعده است که منفرده. انسداد اگه اونجا مسدود بشه صفرا نیاد، آیا افزایش احتمال آسیب رسیدن به مخاط استوانه روده دور از انتظاره؟ نه، چون صفرا هم یون بیکربنات داره. پس در نتیجه اینم غلط. اما میگه اگه من به بیماری سلیاک مبتلا بشم، جذب دچار مشکل بشه، آیا بچه افزایش ترشح هورمون مؤثر در همیستایی کلسیوم از غده سپری شکل، غده سپری شکل زیر حنجره چیه؟ تیروئیده. کشتن خودشونو با ترکیب و یازنه. افزایش ترشح کدوم هورمون رو داره میگه؟ کلسیتونی. کلسیتونین چی کار میکرد؟ کلسیتونین میومد کلسیوم خونو میارد پایین، ما خود اون کلسیوم خونو میاد پایین. پس در نتیجه کلسیتونین در بچا کلسیتونین در پاسخ به افزایش کلسیوم خون آب ترشح میشه، نه در پاسخ به کاهشش، که کمترش که نمیکنه وقتی کم میشه. پس بنابراین این دور از انتظاره. همه متوجه شدید؟ بله و نیکویی، بله و خوبی، انشالله که بله هاتون بله های عالی باشه همیشه. انشالله وقتی که میخوان اسم و فامیلتون رو برای ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی یا دانشگاه های برتر کشور بپرسن، بله رو بگید.
صلوات بفرستیم بچه ها، انشالله که بله رو واسه یه فرم اپلیکیشن مثلا دانشگاه های معتبر خارج از کشور مثل آکسفورد و هاروارد و اینا بگید. بله. در مورد دستگاه گوارش گاو چند مورد صحیحه بچه ها؟ بگید ببینم. دستگاه گوارش گاو. فقط به صحیحه مطمئنی؟ آه به غلطه. بله میگه بچه ها چند مورد صحیحه. بزرگترین بخش معده گاو دارای چین خوردگی های در دیواره خودش مستقیما به هزارلا متصل نیست. خب بله، کیو داره میگه؟ سیرابی رو داره میگه. پس این صحیحه. سیرابی. سیرابی. نمیدونم چرا ملت میخواستن بد و بیرا بگن، قدیما به همدیگه میگفتن سیرابی. نمیدونم چه مشخصه سیرابی داره. بخشی که بعد از کیسه بزرگ معده قرار دارد، غذای نیمه جویده شده را به طور مستقیم به مری وارد می کند. درست شد؟ بچه این درست نیست. غلطه. همچون که زکریا گفت. درسته؟ درسته یا غلطه؟ غلطه. خب سیرابی در سطح داخلی خودش بچه برآمدگی هایی داره. یادتونه گفتم سیرابی برآمدگی داره؟ کتاب تو درس و در ایجاد حالت مایع توده غذای درون نقش داره. بله. قطر بخش های مختلف معده اصلی جانور متفاوته و در آن آنزیم های تجزیه کننده پلیساکاری دیده میشه. بله دیده میشه. مثلا میتونه آنزیم تجزیه کننده مثلا نشاسته دیده بشه، آنزیم تجزیه کننده سلولوز دیده بشه. نگفته میسازه، گفته دیده میشه. پس الف جیم و دال صحیحه، میشه گزینه سه. بریم 150 بچه ها. اوه 28. بچه ها 150. میگه در یک فرد بالغ و سالم با توجه به شکل مقابل که روده بزرگ به اضافه راست روده و آپاندیس و قسمتی از روده کوچک رو داره، کدوم گزینه درسته؟ A چیه بچه ها؟ روده کور. B چیه؟ بالا رو. C پایین رو. D هم بنداره خارجیه، یعنی مخططه. میگه A در انتهای روده باریک قرار گرفته و به آپاندیس ختم می شود بچه ها. درسته یا غلطه؟ بخش A در انتهای روده باریک، انتهای روده باریک بچه ها بالاتره. این غلط. بخش B همانند بخش عمده کبد در سمت راست بدنه. به نظر میرسه این درسته. بخش B کلون بالا روه. بخش سی مواد جذب نشده مانند آب و یونها را با کمک پرزهای خود جذب میکنه. شما جایی نخوندین روده بزرگ پرز مثلا داره؟ درسته یا نه؟ پرز روده بزرگ در اصل مثل معده بچه پرز و ریز پرز نداره. پس اینم غلط. بخش دی در انتهای راست روده قرار گرفته. درسته اینجا. و به صورت غیر ارادی کنترل میشه، نه ارادیه. پس غلط. این از اون تست های خیلی ساده و راحت بود که بچه ها این تست ساده و راحت رو شما به راحتی میتونید تو یه چند ثانیه حل کنید. 151. همتون بچه ها یه دونه 4 تقسیم بر 8 بفرستیم ببینم. واقعا برگای استاد شاکریان الان ریخت اینجا. همه برگاش بنده خدا الان ریخت استاد. میگه من اینم درس میدم نخود کشمش میگم بعد شما باریکلا. متشکرم متشکرم. خب سوال 151.
آها یک. بله، به نظر شما رسیده یک. خب بچه ها بیاین از چهار شروع کنیم. میگه در لوله گوارش یک انسان بالغ هر لایه‌ای، البته سالم هم باید مینوشت بالاخره، هر لایه‌ای از اندام ادامه دهنده گوارش شیمیایی پروتئین‌های موجود. اندام ادامه دهنده گوارش شیمیایی چیه؟ روده باریکه. حالا 12 درست شد؟ هر لایه‌ای از 12 که در صورت مصرف گلوتن امکان تخریبش وجود داره، پرز و ریز پرز، درسته؟ میگم چشم بچه ها، در صورت این پرز و ریز پرز، اون پرز و ریز پرز کدوم تو کدوم لایه است بچه ها؟ پرز و ریز پرز، ریز پرز ها که بخش مخاطی هن. پرز هم که روی لایه چیه بچه ها؟ پرز هم که بحث زیر مخاط. خب حالا میگه واجد تمامی قدرت ترشح کننده مواد به درون لوله گوارش، نه و تمامی قدرت ترشح کننده مواد به درون لوله گوارش، نه این غلطه. اون لایه‌ای که نسبت به دومی لایه از داخل، یعنی نسبت به زیر مخاط قطر بیشتری داره، بخشی از پرده اتصال دهنده اندام‌های درون حفره شکمیه. اون بخشی از پرده که خیلی نازکه. پس غلط. اونی که موجب تسهیل چین خوردن لایه جذب کننده مواد میشه، یعنی زیر مخاط، در سمت داخلی خود شبکه یا یاخت‌های عصبی داره، در سمت خارجی خودش داره بچه‌ها. شکل کتاب اگه دقت کنین خیلی جالب میشه. پس میشه 2 هم غلط، 1. اونی که رگ‌های خونی و لنفی در اون به فراوانی قابل مشاهده هستن، در ساختار چین خوردگیش یافت میشه. بله اگه دقت کنین تو شکل کتاب بر روده باریک می‌بینین رگ‌های خونی و لنفی داخل پرز، داخل اون چین حلقوی اگه یادتون باشه. پس مرمان این گزینه 1 جواب صحیح سوال 151. برای زکریای عزیز سوال 150 مجدد. یه دونه روده بزرگ نشون میده برای انسان سالم و بالغ. بخش A روده کوره، B بالا رو، C پایین رو، D هم بنداره خارجی مخرجه. بخش A در انتهای روده باریک قرار گرفته، نه پایینش قرار گرفته. بخش B همانند بخش عمده کبد سمت راسته، یعنی روده بالا رو مثل بخش عمده کبد سمت راسته. بله درسته. بخش C مواد جذب نشده مانند آب و یون‌ها رو جذب میکنه ولی پرز نداره، پس این غلطه. بخش D در انتهای راست روده قرار گرفته، بله، و به صورت غیر ارادی کنترل نمیشه، به صورت ارادی کنترل میشه. گزینه 2 جواب سوال ما، سوال 152 بچه. حالا 50 خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. سوال، آها باریکلا بچه ها ناکنین. میگه شبکه یاخت، ببین چقدر از شبکه یاخت های عصبی میشه سوال ترکم. شبکه سلولای عصبی آیا میتونه بر اثر بر یاخت های مخاطی کلون بالا رو آنزیم گوارشی افزایش ترشحش رو بده؟ اصلا کلون بالا رو آنزیم گوارشی نداره، یک غلط. فعالیت هر قدده، هر قده دست باید می نوشت، ترشح کننده آنزیم در ساختار دستگاه گوارش رو تنظیم نمی کنه، مثلا کبد رو تنظیم نمی کنه. پس غلط. بر میزان یک قده، مثلا قدد بزاقی رو کاری باشون نداره. بر میزان انقباض ماهیچه های مورب ابتدای روده باریک، ما در ابتدای روده باریک ماهیچه مورب نداریم. پس 3 هم غلط. ندید 4 میشه. در دو لایه متصل به همه ماهیچه ای و زیر مخاطی قرار گرفته. پس گزینه 4 جواب صحیح این تست بسیار بسیار متوسط بود بچه ها. بازم اومده کتاب طراح تست با توجه به فرآیندهای گوارش مواد غذایی در جانداران بررسی شده در کتاب درسی، یعنی از اون تک سلولی مثل پارامسی بگیر تا بریم تو معده گاو بچه ها، بریم ببینیم اون جانداران مسائلشون چیه با توجه به اونا.
گزینه ببینم، مطمئنی؟ بچه دقت کنید، میگه همه این جانداران، هر جانداری که واکوول تشکیل میده برای گوارش شیمیایی آیا حفره دهانی داره؟ یعنی مثلا هیدر واکوول تشکیل میده ولی حفره دهانی داره؟ نه، پس غلط. هر جانداری که میتونه آنزیم گوارشی از برخی یاختهای خودش ترشح کنه، یعنی همشون، آیا همشون از اختلاط مواد دفعی و گوارشی یافته جلوگیری میکنن؟ نه، ممکنه مثل هیدر مثلا، درسته، مواد دفعی و گوارشی یافته قاطی میشن با هم. هر جانداری که جذب اصلیش تو معده است، یعنی چی؟ ملخ، گوارش مکانیکی مواد غذایی رو قبل از ورودش به لوله گوارش آغاز میکنه. بله، بیرون دهان در ملخ که حشره گیاهخواره گوارش مواد غذایی آغاز میشه. خیلی ساده. همه جاندارانی که در بخش هجیم انتهایی مریشون به نرم کردن و ذخیره موقت غذا میپردازن، یعنی کیا بچه ها؟ ملخ، پرنده دانه خوار. آیا پرنده دانه خوار پیش معده داره؟ نه، پس گزینه 4 هم جواب ما نیست دوستان. فقط پیچونده ها، وگرنه مطلب علمی خیلی خیلی اندکه، فقط پیچونده. 154، ولی به شما میتونید ساده حل کنید بچه ها. کدام گزینه درباره هورمونایی که از غدد طرفین بنداره پیلور در لوله گوارش به خون ترشح میشن؟ درست؟ به طور قطع نادرسته بچه ها، به طور قطع و باید حتما بگید، یعنی دقت کنید بهش. خب بله، اصلا خیلی ساده، راست میگه زکریا، ساده است. اول از سه بریم. به طور قطع آیا شبکه عصبی موجود در لایه ماهیچه‌ای و با کمک ریز کیسه های قشایی و در پی مصرف انرژی ترشح میشه؟ نه بچه، طبیعی نه، درست شد؟ بحث لایه ماهیچه‌ای اصلا بحث زیر مخاط باشه باز یه چیزی. اما پس از ترشح ابتدا به وسیله سیاهرگ باب به نوعی اندام سازنده کلسترول میره. اندام سازنده کلسترول کبد، سیاهرگ باب هم قبل کبده، اون رگهای مویرگهای خونی که بچه ها توی چینهای حلقوی هستن، حالا مثلا توی پرزها هستن، درست شد؟ اونها دوستان، اونها وقتی هورمون ترشح میشه بهشون میرن، اصلا کلن گفتیم لول دستگاه گوارش، خون دستگاه گوارش برخلاف بقیه جاهای بدن اول میره داخل کبد. پس در نتیجه به نظر میرسه اون هورمون هایی هم که از طریق دستگاه گوارش ترشح میشن، مثل لوله گوارش، مثل معده، مثل گاستریت، مثل سکرتین، اینا کجا میرن؟ از طریق سیاهرگ باب میرن داخل کبد. تست کنکور بوده بچه. پس گزینه 1 چیه؟ درسته، یعنی در اصل جواب ما نیست. 2 هم همینجور بچه، در پی قلیایی کردن فضای درونی اندامی که از اون ترشح میشه عمل کرده برخی آنزیمای گوارشی رو تسهیل میکنه، درست شد؟ بله. به طور قطع میتونه نادرست باشه؟ نه، این میتونه درست باشه بچه. گزینه 3 خیلی ناجوره. 4، همزمان با افزایش ترشح نوعی اسید به فضای درون اندام کیسه شکل لوله گوارش، فرایند برونرانی در یاختهای اصلی رو نیز افزایش میده. بله، این درسته. بله بچه ها، سوال ندارین؟ بریم سراغ سوال 155. در ارتباط با نوعی بافت پوششی که در فلان جا دیده میشه میتونیم بگیم این. آره فرهاد، میتونه یک باشه. میگه بچه ها بافت پوششی، دقت کنیم، بافت پوششی که کجا میبینیم؟ سطح درونی اندام بین حلق و معده، اندام بین حلق و معده مریه، سطح درونی مری بافت پوششی سنگ فرشی لایه لایه، سنگ فرشی مطبقه.
تعداد سلول، اگه دقت کنید بچه ها به شکل کتاب توی سنگ فرشی چند لایه میبینید تعداد سلول در پایین ترین لایه بیشتر از بالاترین لایه است. گزینه یک درسته. بافت پوششی دیواره مویرگ های خونی همون سنگ فرشی یک لایه هستشون هسته یاخته های قشای پایه، مگه قشای پایه سلول داره؟ پس غلط. اونی که تو لوله پیش خورده نزدیکه یعنی مکعبی، هستشون کشیده نیست بچه، گرده. اینم پس غلط. محل اتمام گوارش کربوهیدرات ها یعنی 12. بافت پوششی استوانه ایه، هسته بیشتر یاخته ها به قاعده نزدیکتره تا به رأس. پس گزینه یک جواب درست سوال ماست. درسته؟ 156. اینم از این سوال های عجیب غریب جالبه. کدوم گزینه زی در رابطه با جاندارانی که غذای انسان رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم میکنن و شناخت بیشترشون یکی از راه‌های تامین غذا و مواد مغذی بیشتر صدق نمی کند؟ آها باریکلا بچه، باریکلا. ساده، گیاهان رو داره میگه. کل این دنگ و فنگ برای چیه؟ گیاهان. خب گیاهان به همراه ذرات خاک تو سطح بوم سازگانن بچه ها. خب تو سطح بوم سازگان ما تعامل بین غیر زنده زنده میبینیم، نه تعامل جمعیت های گوناگون که سطح اجتماع هست. پس این صدق نمی کنه، یعنی جواب ماست. ولی نوعی ترکیب عالی رشته به کار رفته در ساختار یاخته های آنها یعنی سلولوز. ضمن اینکه میتونن منشأ سوخت های فسیلی باشن، در افزایش خدمات هشتمین سطح از سطوح سازمانیابی حیات یعنی خدمات بوم سازگان. سامانه پیچیده و واجد 7 ویژگی حیاتن که در محیطی پیچیده شامل عوامل غیر زنده و زنده محصول میدن. بچه جمله های با مزه ای نوشته ها. میتونه این تست کنکوری بر از فصل 1 باشه که تا حالا نیومده. پس در نتیجه گزینه یک جواب صحیح ماست که صدق نمیکنه. 157. این هم از اون تست های بامزه است. با توجه به شکل زیری که بخشی از دستگاه های بدن نوعی جاندار رو نشون میده، چند مورد درسته بچه ها؟ بیم اسم گذاری کنیم بچه ها. یک چیه؟ یک بگیم پیش معده. دو چیه؟ کیسه های معده. سه چیه؟ مالپیگی، مالپیگ خودمونه. چهار روده و پنج راست روده. میگه بخش دو بچه ها، دو دقت کنید، در مجاورت محل اتصال کوتاهترین پاهای جانور به تنش قرار داره. بچه ها کوتاهترین پاهای جانور اون جلوه، در صورتی که این پاهای میانیه. از این غلطه. بخش پنج مثل چهار، خب یعنی راست روده مثل روده، یاخته هایی با ظاهر مشابه یاخته های روده باری که انسان داره. اگه شکل رو دقت کنید بچه ها، بخش چهار تقریبا میشه گفت شکلش یاخته های مکعبیه این روده، بنابراین اینم غلطه. حالا پنج شاید استوانه ای باشه، شباهت داشته باشه، ولی چهار غلطه. بخش یک یعنی کجا؟ پیش معده. محل شروع گوارش مکانیکی مواد غذایی، نه گوارش مکانیکی برای بیرون دهنه. خب پس غالبا باید یه دونه درست باشه دیگه. بخش سه مثل یک، سه مثل یک، توسط یاخته های خود بر میزان اوریک اسید همولنف مؤثر. آقا یک که بچه، بخش سه که کلن لوله مالپیگیه که قطعا میزان اوریک اسید رو میبره بالا، اما یک هم سلولاش کلن مواد زاید نیتروژن دار درست میکنن دیگه، مثل همه سلول ها. بنابراین گزینه درسته. پس فقط یک گزینه جواب ماست. خب چی شده؟ کدوم گفتار آنیه نخوندی؟
نه من باورم میشه. گفتار آخر رو یعنی با اینکه دوبار درس دادیم خیلی مهمه ها. 158 در سطحی از سازمانیابی حیات که فلان فلان. این مثل اون سوالی که بچه قبلا براتون حل کردم. آره گفتار آخرم قطعا بخونش اینو، خیلی ناجوره. آره باید بخونی. بچه اینم سوال ساده ایه. اشکالی نداره. آفرین آفرین. در سطحی از سازمانیابی حیات که اتصال ماهیچه به استخون برای اولین بار مشاهده میشه، خب ماهیچه بچه اندام، استخوان اندام، پس برای بالاتر از سطح اندامه، درسته؟ خب آیا همه جانداران اصلا اندام دارن؟ پس اصلا کلا غلطه، مشخصه. اونی که هر فرد بالغ از یه جنس میتونه با هر فرد بالغ از جنس دیگه آموزش موفقیت آمیز داشته باشه، حتی به صورت بالقوه، تعامل بین گونه های مختلف مشاهده میشه. نه بچه ها، اون جمعیته که تعامل بین یک گونه، افراد یک گونه میتونن با هم آمیزش موفقیت آمیز داشته باشن. آمیزش موفقیت آمیزم یعنی زاده های زیستا و زایا درست کنن. اونی که مولکول های زیستی در تعامل با هم پایین ترین سطح سازمانیابی یعنی سلول رو می سازن، در بدن نوعی حشره به تشخیص جایگاه خورشید در آسمون کمک میکنه، یعنی همون نورون های مثلا پروانه مونارک. اونی که میتونیم کلنگری رو بین اعضای زنده و غیر زنده برای اولین بار مشاهده کنیم، بچه ها بوم سازگانه. بچه ها بوم سازگان خیلی ازش سوال مثل این که داره تر میشه، به خاطر اینکه بوم سازگان اولین بار غیر زنده میاد، درست شد؟ به طور حتم در بوم سازگان در اثر تغییر تولید کنندگی کم؟ نه، ممکنه ما پایدار باشه و تو میزان تولید کنندگی دست نخوره. پس گزینه سه درسته بچه ها. سال 159 ببخشید 159. یک سلول جانوری هسته دار، جانوری، دقت کنید بچه ها، کدوم عبارت نادرسته؟ خیلی هم البته سوال ساده ایه. کدوم نادرسته؟ آفرین. میگه فعالیت هر اندامک کیسه ای شکل موجود در سیتوپلاست تحت کنترل نوعی مولکول فسفات داره، یعنی دی ان ای؟ بله طبیعتا همه کارهای سلول تحت کنترل هسته و دی ان ای هست. کیسه های سازنده دستگاه گلجی به هم اتصال ندارند؟ بله. و اندازه این کیسه ها با هم متفاوتند؟ بله. پس یک درست، دو هم درست، نادرست نیست. در سیتوپلاسم این سلول ها دو نوع اندامک دارای دو غشا داریم بچه ها. در سیتوپلاسم سلولای جانوری ما فقط یه نوع اندامک دو غشایی داریم، میتوکندری، چون هسته جزء سیتوپلاسم محسوب نمیشه به همین راحتی. شبکه اندوپلاسمی صاف از لوله‌ای تشکیل شده و ریزکیس‌های خودش رو به گلجی ارسال میکنه. بله اینم عبارت درستیه. بریم 160. آقا بریم سراغ غشا بچه ها، غشای سلول. بچه ها این سوال آخره. آها آفرین، باریکلا، خوب اومدین، باریکلا. کدوم مناسبه در ساختار بخشی از سلول که دارای خاصیت نفوذپذیری انتخابی غشا؟ در فلان مولکولای آن همواره. بزرگترین مولکولاش چی هم بچه ها؟ پروتئین. بیشترین فسفولیپید. بزرگترین پروتئین، بیشترین فسفو. در ساختار در پروتئین ها میتونیم زنجیرهای کوتاه از مولکول های قندی رو در اتصال با قسمتی از اونها، همواره نه، همواره غلطه. بیشترین دو زنجیره کربوندار با خاصیت اصلی در تماس مستقیم با گلیسرولن، گلیسرول در سر آب دوستشون. گزینه دو جواب درسته. سه بزرگترینشون دارای من همشون منفذ دارن بچه ها؟ نه غلط. فسفولیپیدها همشون مقابل هر اسید چرب یک فسفولیپید، یه اسید چرب فسفولیپید دیگه است. نه بینشون کلسترول هست، بعضن پروتئین هست. پس گزینه 4 هم غلطه بچه‌ها. گزینه 2 جواب صحیح ماست. دوستان
ادامه سوالات رو خب جلسه بعدی حتما حل میکنیم. اصلا اگه یه جلسه شده بود کلشو خواهش میکنم حل میکنیم. برای تاخیر امروز خیلی عذرخواهی میکنم ازتون. اگر بتوانم و وقت کنیم و اگر استاد با تقوا اجازه بدن، که حتما اجازه میدن، یعنی نمیتونه اجازه نده، من بزرگترشم اجازه بده و رفیقیم، از اول براتون حل میکنم بچه ها، که اینو بذاریم کنار بشه کلا یه قلمچی کامل، به خاطر اینکه نصف نیمه نش استاد با تقوا ممکنه وقت نکنه که بقیهش رو حل کنه. زنده باشید، متشکرم. نخندید، من بزرگترشم واقعا. شاید فکر کنین من کوچیکترم ولی بزرگترم. ممنونم از اینکه فکر میکنین من جوان هستم. مرسی، مرسی بچه ها. خدا نگهدارتون. آقا دلم نمیاد برم، برش کن حل کنیم. ها بریم؟ نه نه بریم، مثل اینکه آره. خدا نگهدارتون بچه ها. خدا حافظ.